درود به هموطنان گرامی، انجمن پادشاهی ایران هوشنگ راسپو. در برنامه گذشته من سعی کردم قدری در ارتباط هویت ملت ایران و پادشاهی و شاهنشاهی ایران سخن بگم. البته این بحث بسیار بحث طولانی هست و بسیار همه جانبه، چنانچه ما بخوایم وارد این بحث بشیم ساعتها باید علل نیاز به شاهنشاهی ایران رو در ارتباط دیگر در واقع سیستم های حکومتی در ایران توضیح بدم، زیرا که فراستی همونطور که بارها و بارها من این مطالب رو توشهاش رو باز کردم، هر پدیده‌ای که در طبیعت هست، هر جامعه‌ای که در هر گوشه و کنار جهان هست، چه در افریقا، چه در هر شبکه که اروپا و آسیا، امریکا، هر جا، این جامعه خصوصیات خاص خودش رو داره و مشخصات خودش رو داره، زیرا که عوامل تشکیل دهنده این جوامع متفاوتن و شرایط جامعه، شرایط جهانی، شرایط تأثیر در واقع ژئوپلیتیک بر اون کشور و تأثیر اون کشور بر ژئوپلیتیک با پوزش هموطنان گرامی، تأثیر سیاست جهانی بر اون کشور و تأثیر اون کشور بر سیاست جهانی در واقع خصوصیات مردم، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی مردم، وضعیت فرهنگی مردم، حتی ادبیات یک کشور به راستی تعیین کننده در واقع اون خصوصیتی هست که در ارتباطش سخن میگم، که چگونه میتونه این کشور یا این مردم تأثیر کنه و یا تأثیر بپذیره از جهان. مطلبی که خدمت هموطنان گرامی میگم، همیشه در تاریخ ما شاهنشاه ایران رو شاهنشاه جهان خواندن. چرا درستی؟ چرا ایران؟ شاهنشاه ایران شاهنشاه جهان هست، در صورتی که امپراتور روم یا تزار روسیه یا نمیدونم امپراتور چین شاهنشاه جهان یا امپراتور جهان یا تزار جهان نبوده. تأثیر امپراتور چین یا تأثیر امپراتور روم یا تزار روس یا دیگران بر جهان براستی آنچنان که تأثیر شاهنشاه ایران در منطقه و در جهان بوده هرگز نبوده براستی. همونطور که گفتم علل خاصی داره این مطلب. یک، در نخستین گام بنیان این جامعه هست، بنیان جامعه ایران، شاهنشاهی ایران بر راستی و بر نیکی. در جهان هیچ کشوری، هیچ حکومتی، هیچ شاهنشاهی، هیچ جمهوری بنیان بر راستی به راستی نداره. هموطنان گرامی، تنها کشور ایران هست که بر طبق اسناد تاریخی موجود، در واقع نخستین ارزش و نخستین گامش راستی هست و نیکی. چنین کشوری راستی میتونه تأثیر کنه در جهان، زیرا که به عنوان یک واقعیت ناب، به عنوان یک حقیقت موجودیت داره. همین که شما به عنوان واقعیت موجود داشتید
همونطور که همین که چهره واقعی یک ملت و یک کشور در جهان موجودیت پیدا کرد، مسلما بر طبق در واقع خصوصیات این واقعیت جهان تحت تاثیر قرار میگیره و از جهان نیز تاثیر میپذیره، در صورتی که چنانچه آنچه که در واقع اون خصوصیاتی که مشخصه حکومت‌های دیگر هست و واقعی نیست، در واقع حقیقی نیست، منطبق بر ارزش‌های انسانی نیست، فکر نکنیم که جهان خوابه. نه هموطنان گرامی، همه بیدار هستند، همه روند رو تماشا می کنند، همه در واقع مواظبند، جهان مواظب همه چیز هست. اگر می بینید که ادامه پیدا می کنه مثلا وضعیت نامناسب، علتش فشاری هست که این کشورها بر جهان اطراف، بر منطقه میذارن، زیرا که بدون فشار اینا دوام که نمیارن هیچی، تأثیری هم به راستی نمیتونن بکنن در منطقه و در جهان و به زودی فراموش میشن و از صحنه بیرون میرن. علت موجودیتشون اینا در واقع فشاری هست که بر مردم میذارن و توانی هست که از مردم میگیرن و بر توان خودشون افزوده میکنن، جهان رو ناتوان میکنن و خودشون رو توانا و با مسائل قهری با جهان روبرو میشن، با مردم منطقه، با کشور خودشون. به خاطر این هست که باقی میمونن، ولی تأثیری در روند در واقع تکامل اجتماعی، تأثیری بر جهان راستی ندارن هم به تنان گرامی، ولی تأثیر ایران به جهت راستی و به جهت حقیقی بودنش و اون حقیقت نابی که من ازش سخن میگم بسیار هست. و به خاطر این شاهنشاه ایران رو شاهنشاه جهان میخوندن. ما در ارتباط پادشاهی پهلوی قبلا سخن گفتیم و من به راستی با اینکه احترام بسیاری برای پادشاهان پهلوی دارم، رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر، همیشه گفتم که انجمن پادشاهی ایران سلطنت رضاشاه بزرگ رو و محمد رضاشاه رو به عنوان شاهنشاهی ایران به رسمیت نمی‌شناسه، ولی رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر رو ما به عنوان سرداران و سربازان ملی به رسمیت می‌شناسیم و مورد احترام قرار می‌دیم. با این که شاهنشاه آریامهر شاه جهان نبود، هموطنان گرامی، با این که شاهنشاه آریامهر از ملت ایران پشتیبانی نمی‌شد، با این که شاهنشاه آریامهر دست نشانده دولت‌های بیگانه بود، با این که رضاشاه بزرگ توسط دولت‌های بیگانه به سر کار اومد، ولی تأثیر اینها در منطقه، مخصوصا تأثیر رضاشاه بزرگ در دولت ترکیه، راستی خوب هموطنانی که با تاریخ و ژئوپلیتیک آشنا هستید کمال آتاتورک رو مقایسه می کنند با رضاشاه بزرگ و در صورتی که راستی قابل مقایسه نیستند، عظمت و بزرگی رضاشاه بزرگ کمدرزین هست در جهان، با اینکه دست نشانده بیگانه بود به بیگانه پشت کرد و
از اونجا که ملت ایران همراهش نبود و دولت ایران نیز همراهش نبود، مورد بیمهری و واقع هم ملت ایران، هم دولت و هم سیاست گذاران جهان جهانی قرار گرفت و از ایران رانده شد.